من اصلا میگم رأی گیری کاغذی بکنیم. دستتان در نکنیم. من به شما فشار آوردم؟ نه. اونجا رو نگاه کنید، دوتا هست. حتی دخترم هم به من رأی ندادن. از من که گذشت. ولی با روح و روان هیچ کس دیگه این کار نکنیم. Have a nice night. نقش رئیس رو کی بازی میکنه؟ مهم اینه که رئیس گروه نباید کچل باشه. رئیس کچل برای مردم باورپذیر نیست. با یه حساب از جمع موداران محترم فقط ماندم من، بنده حقیر، رقیب محترمم آقا نوردین که تشریف بردن. ببخشید آقا خلیل، ولی شما چون قرص مصرف میکنید به خودت فشار نیاری خیلی بده. متاسفم که اینو دارم بهتون میگم، ولی تنها کسی که میتونه این نقشو بازی کنه فقط آقا نوردینه. من با بله بله قلوب و الاثر هنوز هیچی نشده لو رفتیم. رفیقیه وقتان اشتباهی شده، من جرمی مرتکب نشدم. حکم جلب تو دارم آقا. آقا دیگه چهار تا کمک های مردمیه دیگه، میدین دست خانواده نیازمند و میاد. آقا تو برو خیالت راحت، خلیلم اونجاست. اسمی تعالی، بنده وزیده هستم. شما درد ما رو نکشید. شما بفرمایید مشکلتون چیه؟ اولش همین سرما. آقا فیلم مجلس من همین کپشن دارم، اینا میرم خدمت شما، بعدن کمک یه دیگه میاریم خدمت دارم. اون سخفی که به ما قولشو داده بودی زود آمده میشه، کی میاد بالا سر ما؟ گریه شما به درد ما نمیخوره. سلام بهنمه ندیدی؟ این بنده خدا همه پولک از این اون دست گرفته بودن، همه رو پرداخت کرد. کی چک داده؟ بهنم غلط کرده. بهنام کدامه بابا؟ همین انسان شریفی که الان تو چادر پیش دخترات نشسته. خیلی ممنون دست شما. چک داده چرا بابا گیان؟ کار خود نازنین خانم. من میخواستم ببینم اگه زحمتی براتون نیست یه توکپا بیاین منزل ما. من پدرم دیگه تو بستر افتاده، دیگه فقط آرزوش اینه که این لحظه های آخر برای یه بارم که شده دامادشو بب... از این قضیه شوخی بردار نیست. باید شما الان پشورین اومدین اینجا به دهیه من صبر کردین که من بیام نقش داماد برای شما بازی بکنم. نه فقط نزنی خانم، بی زحمت قبل رفتن این چکتون از اینا پس بگیرید ببرید، چون به خدا بعضی دردسر میشه. کدوم چکاق نوری؟ من بردم بانک قبولم به حساب تموم شد. من چکا خرج کردم دادمش آخری رسیدم گرفتم. اون چه مارتانه؟ امون قوود! نازنین خانم گیان، تو رو خدا ببخشید، من نمیدانم بابام چرا انقدر سرسخت شده. خیلی معذرت میخوام. من هنوز نوردین بی احساس نشدم. بیاین بیاین بیاین. مخلصیم. خسته نباشی کوزت گیان. سلامت باشی عزیزم. فریبرز گیان دستات کافیه، اینا هم بشور بعدش هم بندازشون داخل خوش کن. با دست دارم میشورم، خوش کنم کجا بود؟ فریبرز چه حرفی میزنی عزیزم؟ محل کدومش روسی داخل دستت بگیر، اول آرام 30-40 دور همینجوری بچرخانی کار خوش کنه میکنه دیگه. بابا داخل اون نانوایی چه یادت دادن؟ بیا ها خلیل اونا رو ببین، هی برمیگردن منو به هم نشون میدن. خوشگلی نگاهت میکنه. به جان خودم فهمیدم من همون کابوس رو لو دادم. کارم تموم. آره فریبرز، تو اگر خودت لو ندی هیچ کس بشه چک نمیکنه. نگاه نکو. نگاه کن باز دارم منو به هم نشون میدم. میگم نگاه نکو، میگی نگاه کو. عزیز من عادی باش، اصلا انگار نه انگار. من یادت دادم هر بار نگاهت کردن شانت میندازی بالا. من که خیلی عادی خود نکو، دست کن نده. نگاه کن دارم بد نگاه میکنم. آه خلیل تو رو خدا برو بهشون بگو شما آقا شفی گفتیم من همون کابوس رو لو بدم. تو مدرک داری که من و شفی کار کردیم کابوس لو دادیم؟ اه مگه شما نگفتیم برای رسیدن به شیرین خانم اول باید رضایت عمو و داییشو جلب کنیم؟ او گوشه ده در بیار از زیر باندگه درش بیار، کار دارم درش بیار. یه حرفی بشت میزنم آویزه گوشت مکنی فریبرز. جهان پر از آدمای ابلهیه که دلشانه به وعده های پوشالی اینوان خوش کردن،
میدانی مثل کی؟ اگه گفتی شاوروگاچوف؟ بودی کلا یکی شاوروگاچوف یکیشم فریبرز که الان دارم مثل بز من نگاه میکنه. کارت بکو عزیزم، بشور خوش کن، حواست نده بششم، دست در نکنه، خسته نباشی پلوان. باک بر سرت فرس، دیگه اینجا جای موندن نیست، پاشو پسر فرار کن، برای عاشقی وقت زیاده، دو روز دیگه که مود در اومد اون وقت نوبت توه، دخترها برات صف بکشن، وقتو بگی نه نه نه، از شیرین خانم بهتراش برات سر و دست میشکن. بله کجا؟ سلام، خوبین؟ چشمتون روشن. بابت همین بازگشت غرورآمیز پدر دیگه، من که خیلی خوشحال شدم. ممنونم، نگفتی کجا میری؟ میرم اونجا. شیر میخوری؟ شیر چیه؟ شیر خره، شیر جاناتانه دیگه. تقصیر تو بود؟ خانم غلط کرد، من گول خوردم. وا، این چه حرفیه؟ بیماری واگیردار همینه، پخش میشه اگه رعایت نکنه. آها، اونو میگین؟ اون که بابا بی خودی انداختن گردن من، زخم سر من مال اینه که مو کاشتم، وگرنه اصلا ربطی به بیماری نداشت که. با اجازتون، چیزی در مورد این که کیاوا کاوسلو داده به گوشتون نخورده؟ من نه، من یه آدم معمولی هم که داره میره از چادر ساکشو برداره. پس این چیه دستت؟ این لباسه. بیا برو لباساتو پهن کن، من ساکتو برات میارم. نه نه، من خودم میبرم. بیا برو پهن کن. چشم. دکتر، یعنی هیچ امیدی نیست؟ من احساس میکنم امروز یه ذره نفس کشیدنشون بهتر شده. توصیه من اینه که زیاد اذیتش نکنی، اگه بیقراری کنه آرام بخشو زیاد میکنه. این چند سبای آخری بهتره بیشتر دورو برش باشی. روزتون بخیر. آقای دکتر ببخشید، من دیدید دختره آدمی زد اینه، رنجورو بی دفع افتاده روی تخت. این همون آدمی زادیه که در زمان حیاتش هر روز هرس مال دنیا رو میزه، هر روز لذتهای بزرگ و معنوی رو فدای پول و مال و ملال دنیا میکنه. تایشم به این نقطه میرسه. راست. ای دنیا، ای دنیا، از تو سیرم، بگذار که بمیرم کم آب بخوریم. آخ 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 آخ، نخورین نخورین، خیلی وقت اینجا مونده. ای وای، دیدی دختره؟ دقیقا به همین دلیله که من میگم از دست غریبه هیچ موقع خوراکی نگی. شانس آوردی بابا. علی والله میگم بابا گیان، این نازنینم خیلی دختر خوبیه به نظر من، با همین ازدواج بکنین کلی به همه ما خوش میگذره. درست میگی، میخوای بزنید؟ نه نه دیگه، من دوروبر لذعیز زندگی خط کشیدم دیگه، تمام. والا خدا شانس بده بابا، من توی سن و سال خواستگار جوان پولدار داره و من باید برم بین فریبرز و سلما یکی انتخاب کنم. البته سن سال که گفتی یه ذره بهم برخوردم، من سن سال، یعنی چون سالم زندگی کردم سنم کمتر نشه میده. الان از هر کی میپرسم من چند سالمه میگه 38 سال، ده پر پر 39. چه خبره؟ همو 50 بشه. بابا دارم میگم، همه میگن. ببخشید تو رو خدا اصلا حرف گوش نمیکنه. داشتم میخوردم. فقط نظرین خانم شرمنده، میشه این سوال بکنم؟ من میخورم، من چند سالم بشه؟ شما 38 دیگه، خونه پر پرش 39. yes that's right. ای قربانت برم نازنین که هیچ کس ناامید نمکنی. آخه عزیزم، اینو همیشه راجع به بابام میگن همه.
میگن هیچ کس سالا از در خونه آقا پاشو ناامید بر نگشت. آی عزیز، نور به قبرش ببار، به قدش نور، به قد و بالاش ببار. ترسش نزنین خانم، من اصلا تصمیم نداشتم بیام، من تا گفتم این موقع نیم این بنده خودم مرحوم بشه دیگه، از ابوشتن تا آخر اون به من میمنه دیگه، با بچه ای الله گفتیم. شما بزرگواری، میدونین پزشکا خارج از کشور بابامو جواب کرده بودن، ولی اصلا عکسای عروسی رو دید یهو انگار یه جون دوباره گرفت، گفت من هر جوری شده باید برگردم بیام برای آخرین بار دست دامادمو بگیرم تو مملکت خودم. ای الله خوب، من خوشگل مشکل نیست. با هزار جور بدبختی آوردمش، ببخشید تو رو خدا، میدونم قول داده بودم مزاحم شما نشم، ولی دیگه خب آقا پشه گل گلا برق بیدمش. البته آقا پشگن من دمد شما نیستم، ولی خب اگه این گفتنش شما را آرام میکنه چشم، من دمد شما هستم. اصلا بذار یه جوک براتم تعریف کنم، یه روی یه چینی و یه فرانسوی. ای بابا اونه نگین زشته. نه نه حواسم هست، ببگن اون تهش معادل سازی کردم. نه نه معادل سازی تا هم شنیدم، اونم زشته. ای خب بس اون همیشه گیه رو میگم. آقا پشگن رفتی اون دنیا حواست باشه به چینی جماعت پول قرض ندی. ای گفتی چرا؟ نمیدونم راستش. چون همه شن شبیه هم دیگه، نمیدونی پول تا از کی پس بگیری. چه با من نبودم. داره میخنده، چی شباز کرد، چی شباز کرد؟ بابا دورت بگردم. بابا خوبی؟ سه روز بود چشمشو باز نکرد بود، درد نداری بابا؟ داماد من توی نوکرشون بم، خاک پرشون بم. میتونی دختر منو خوشبخت کنی؟ بله چی رقه صدی بنی، یعنی سعی من میکنم. بله بله بنویس. چیه؟ همینی که گفتی، بنویس رو کاغذ، خوشبخت میکنم. بدون چیز خاصی نیست بابا، اصولا به مکتوب سازی علاقه منده. آره بابا بنویس. کاغذ دنیا آره بگه بنویس. چشم الان اصلا می نویسم قشنگ، خودکارم داره. دست در بکشه ببکن. خب به نام آنکه جان را فکرت آموخت. من گفتم شعر بنویس. نه نه این مقدمه شه، الان به اصل مجرم میرسم. بنویس پسر، من وقت زیادی ندارم. خیلی چشم چشم، این جانب نورالدین خانزاده فرزند نور محمد تعهد می نمایم که خانم نازنین نازنین آسمانی، نازنین دعایی، نمازی. تو فامیلی زنتون نمیدونی؟ چیره چیره اصلا نیست، من تو خانه همیشه به اسم کوچیک صداش میکنم به خاطر این دیز. بابا من اوپن مایندیم. من خدا پرست نو که زبانم بودن نو هی چش تعهد می نمایم خانم نازنینه خدا پرست را خوشبخت بنمایم. امضا نورالدین خانزاده. خدمت شما. زدم یه با بگه خدمت شما. این هم بیزه سعید جوش. هشت ده ماشد یکی دیگه یازده، یکی دیگه دوازده. بفرما. بازم بگیر کیوان نمیتونه تو سفر هم پای اینا بیاد، ما با همین بدن میتونم تو مسابقات ارتشای جهان شرکت بکنم. عزیز من، کیوان عزیز، ما 7-8 نفر میخواستیم گرفتیم، لیستمون پره. ایشالله سفرهای بعد در خدمت دان هستی. یعنی چه؟ پا قسمت چه میشه؟ سریع یکشان خط بزن منم بینیمیز جاش.
دوست عزیزم، من لیستم بر اساس کسوت نبستم، همین جوری در همه. الان من کیه خط بزنم؟ شما فریده خانم، من شما خط بزنم، آقا کیوانه بذارم، نه قبول میکنم. آقا خلیل. فریده، تو لیسی؟ یعنی بدون من میخوای بری مسافرت؟ آقا همش دو روز طول میکشه، حضور یه خانم تو این سفر الزامیه. باشه برو، ولی بچه‌ت هم با خودت ببر. من بچه داری بلد نیستم. من بچه هم، من تشکیل خانواده دادم، به من تکیه میشه. مزخرف نگو. دفعه قبل که رفتی سفر همین آقا پس داد زندگی مانه به گند کشید. کیوان اون موقع بچه همش 8 ماهش بود، میفهمی؟ چرا بروی بچه رو جلو جمع میبری؟ میخوای اعتماد به نفسش بیاد پایین لکنت زبون بگیره؟ بلکن ماما، عیبی نداره با من به این کارهای بابا عادت کردن. بمیرم برات. ببخشیدام میون بحث خانوادگیتون شکر، فقط دارم دوباره تاکید میکنم آقا نوری بفهمه به من هیچ ارتباطی نداره ها. خودتون برای حضور تو این مراسم اعلام آمادگی کردین ها. همین. به نام عزیز، عزیز جان، آقا نوری بفهمه مقا چه بکنه آقا؟ فردا صبح بلند میشه میبینه 7-8 ما نیستیم، خلاص میشه میره. درست آقا، اصلا بفهمه، بفهمه مقا چه بکنه، بفهمه. من به عنوان مسئول اینجا نمیتونم به ندای یکی از هموطنام که برای عروسیش کمک خواسته لبک بگم؟ آقا داد نزن، من اجازه نمیدم زنم توی این مراسم سوری همراه شما بیاد. به من ربطی نداره، نمیخواد با اینا بری، من خودم محرم شمار. یه سفر دو نفره عاشقانه، یه سفر شپ ماه عسلی محرمت مرغابی شکمپر، حال میکنیم با آقا. اصلا عروسی سوری نیست، کاملا هم واقعیه، فقط عروس خانوم فک فامیل کم داره، میخواد تو عروسی فک فامیلش رو زیاد نشون بده. شما هم میاد میگی ما فک فامیل عروسی، 1,000,000 هم پیش پرداخت داده که دادم دست آقا خلیل، 3,000,000 هم بعد از کار بهمون میدن. بابا بنام گان، ای کاش اصلا حرف پول نمیزدی بابا. من خودم شخصا به خودم قسم فقط برای ثوابش قدم نگاه کن، تمام تنم سیخ شد موهاش. آقا جان خودتان، منم همراه خودتان ببریم این سفر، دلم لگ زده برای یه ثواب دست جمعی. قول بشنم میدم اونجا ساکت بشینم، دستم به هیچی نزنم. آقا بشینی و ساکت هیچی هم نگی نیای بهتره. چرا؟ چرا نداره آقا، اینجا بمونی ثوابش بیشتره. میخوای تا آخر عمر به عروس سرکوب بزنن که فک فامیلاتون آره؟ فک و فامیلات آره یعنی چی؟ شوهر من چشه؟ پدر من تاوان علاقش به گاز پیکنیکی رو داره میده. عیبی نداره پدر جان، گالیله هم گفت زمین میچرخه، بردنش کم خوابوندنش، ولش کن. آقا من چه باید بکنم که شما قبولتان بشم من میتونم باشتان بیام؟ هیچی عزیزم، هیچی. شما یه کار ساده اگه بکنی خلاصه. من همین امشب تا صبح یه گوشه میبندمت، اگه تا صبح زنده ماندی قورچت در نیامد اسمت میارم داخل لیست، قبوله؟ یعنی چی آقا خلیل؟ من اجازه نمیدم. چه بکنم؟ من الان چه بکنم؟ عیبی نداره فریده جان، عیبی نداره. مرگ یه بار، شیونم یه بار، بذار یه بار برای همیشه این لکه ننگ از ذهن اینا پاک بکنم. فقط اگه آفتاب صبح ندیدم به پسرم بگو پدرت یه مرد بود. چرا خودت بهش نمیگی؟ همش نیم متر باد فاصله داره. پسرم شنیدم. چی شنیدی؟ منو هیچ چی نگفتی. بابا منو هیچ چی نگفتم که. آقایان من حاضرم، بفرمایید. لبوره باش. 1, 2, 3 الله. من دیگه نمیخورم دخترم، به شوهرش رو پیدا بکنم. نه قربانت، من نمیخورم، دست شما دنه. بخور. نه قربانت، بر رعایت بشه، بخور. قربانت. یه وقت میریم بیبازیه، میگی چون سوپ داشت میخورد منو. نه بابا، من شیشتیکم بخورم بعض بشه من میبازم. بخور، چپلیسی نکن. اگه ترش رو دوست داری بگم لیمو بیاره. نه بابا، معمولا ترشی نمیزنه به غذا. اگه نگفتی ازدواج نکرده تا حالا؟ نکرده. این خانم علاقه آقا گفت بابا. آهان چیزه اینا، نکه خواهر برادرن، بعد ایشون حق پدری به گردنشون داره، بچه ها صدا میکنن بابا. آره ما بابا با 50 سالش که شد یا حواس کرد دختردار بشه، بعد 51 سالش که شد ما به دنیا آمدیم. 55 سالش بود یا حواس کرد بمیره و این دو تا مصیبت گذشت رو دست من. خدا بیامرز. قربانت. مرگ اتفاق غریبیه.
بله. من که میبینی ده بار تا دمش رفتم و برگردم. ای باریکلا، یه جورایی سرکار گذاشتین. یعنی باورتون نمیشه این چند روزه بابا چشماشو باز نکرده بود، از موقعی که اومده ایران من اصلا صداشو نشنیده بودم. خب انشالله که همیشه صحیح و سالم و تندرست باشن. بابا بابا جان، هیچ موقع توی جمع آدم نباید در گوشی صحبت بکنه. آقا من این پیاده شما رو میزنم. حرکت نجوان مردانه. من بدون در گوشی وزیرتو میزنم. وزیر زدی؟ آره وزیر زدم، چون این پیاده تومه بود. حالا با روخت نمیتونی بازی کنی چون کیش میشی. خراب شد دیگه. که بازی کنی ماشاءالله. یه مشاوره اشتباه وزیر و شاه و همه رو به فنا ده. گردن کسی ندارست، حواسی رو جمع کن، باید پیچ بشم نکن بایی خواهد. خب دیگه نورالدین کار داره، باید برن. گپ و گفته پدرزن دامادی هم بمونه واسه یه بعد، شما هم باید استراحت بکنه. قربونت برم. کجا بره؟ بابا اون ساکیه سفری منو بده، میخوام سوغاتی های قشنگ رو بشم. حالا الان بابا جون ولش کنین دیگه، حالا بذاریم بچه هست. نه نه باش خودم باش 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 میارم. بده بابا. این را بشه پدر پدر سوخته. این کلاشه، اینم شالی ازدارشه. ماشاءالله خوش‌سلیقه‌ام. از اینه مال کیه؟ مال خوشگل و بزرگه. اگه خدا عمری داده که منم میبینمش انشاءالله، اگه نه که تو به عنوان پدر وظیفه داری که بهش بگه که با بزرگ چقدر دوستش داشت. من به عنوان پدر منظورش اینه که شما به عنوان شوهر نازنین خانم صاحب اولاد بشین، بعد ایشان آقا پاشم بشم پدر بزرگ اولاد. خب اگه اجازه بدین آقا پشگیان، ما یواش یواش رفع زحمت بکنیم تا شب نشده بریم. کجا بریم؟ شوهر باید پیش زنش باشه همیشه. نه دیگه آخه توضیح ندادم براتون، نورالدین تاجره، بعد شبای سری جلسه داره، الان هم باید بره به جلسهش برسه. ما توافق کردیم با همسره ماجرا. من نفهمیدم این چه تجارتیه که نصف شبی معامله میکنن. خب پاش خرید پولیش میکنی؟ چقدر بامزه گفتی آقا پاشا، بامزه گفتی. نه دیگه ما یواش یواش رفع زحمت کنیم. به اجازه قربان شما. بشین کارت دارم. درسته شما زن و شوهر هستید، ولی عقدی که پدر دختر توش نباشه دوزار نمیارزه، اصلا قابل قبول نیستش. من خودم میخوام یه عقدی برای شما برگزار کنم با خرج خودم به صرف شام. میگه بشین من برم دستشویی بیام برهایی برای تو سب کنیم. برم ویلچرتون رو بیارم. بابا جان اونجوری سربا که نمیتونیم وایسیم. به همجا باید بریم بیرون، بریم سمت چپ. بابا جان خیلی وقت بود دستشویی نرفته بود. من به چی قسم بخورم؟ تا یه ساعت پیش تکون نمیتونست بخوره. قسم نمخوا نازنین خانم گیان، این هیچی نباشه 13 سال برات پدرم. خدا رسد تزر مرتبه شوگ، ایشالله همیشه صحیح و سلامت باشه. خب به اجازه من میریم اون چکرم یه جوری میفرستم براتون که برسه به دست شما. نه دیگه پیشتون باشه، هر وقتی دمتون. نه 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 نه، من قرار نیست دیگه هم دیگه رو ببینیم. نازنین خانم قرار نیست ما هم دیگه رو ببینیم. اون فکر عقد در حضور پدرزنم خودتان بیزمه دست سر بابا بنده. نه نه اصلا خواهشی در کار نیست. بابا قرار بود که من فقط دست ایشونو بگیرم، ایشون به رحمت خدا بره. الان پاشت فرار کرد. اصلا انا از من نوا میخواد، فرزن نوا دختری میخواد، نوا به خدا جیغ میزنم این وسطا. بچه فرار کنید تا بدتنش بود. نه وایسا وایسا الله وایسا وایسا تو هم وایسا. خارشت تمام شد، بگو دیگه بابا. باش تمام شد.
امو کیوان ببخشید، من چون خودتان گفتین دارم میبندم، یه وقت از دست من ناراحت نشین. نه امو جان، بشه ناراحت بشم، بالاخره یه روزی باید دهن این جماعت من مو هستم. فقط یه جوری محکم بود که حرف حدیث از توش در نیاد. خیالتان باید محکمه با چرا بچه‌مو میزنی؟ چه کار داری میکنی؟ مگه در گونی سیب زمینی داری موسی؟ آقا جو خودت گفتی محکم ببند دیگه، چرا میزنی؟ گفتم محکم، نه اینجوری. با این طلاب شارگ دست ما پاره کردی تو فرو. آخه فریده خانم جان، چیزی نشده که حالا چند ساعت دراز میکشن عوضش تمام سوء تفاهم‌ها برطرف میشه. دلم میسوزه، خب دوست نداشتم بی‌دفاع حقیر رو کچل ببینم. آخه فریده جان گریه نکن، به خدا همون اولش میخواستم بگم گریه نکن، ترسیدم بگی گریهت به خاطر جاناتانه باز دوباره ضایع بشم. کیوان جان، جانم، همه جاناتانای عالم فدای یه جانم گفتنه. هی قربان رو دهنت. فعلاً با اجازه بابا، ما بستیمت دیگه. خب چی؟ خب بچه ها رفتن، تنامان گذاشتن، فکر کردن ما حرفای عاشقانه زن شوهری داریم. خب چه خوب؟ بگو خوب. آها آها، چیزه فریده جان، صدای جاناتانه. ای خدا، باز این دلپیچه گرفته. هزار بار به بچه ها گفتم بین وعده های غذایی چیزی بهش ندید، حرف گوش نمیکنه. ای تو فری جاناتان، جاناتان اومدم. برید دعا بکنی که من زنده اینجا بلند نشم. نسل هرچی جالتان هر روز زمین باید بردارم. این چیزه؟ گل بچه بعد این که زن اولش مرد مخشتی علارقم زهرش خیلی هم قصه خوردید مدبر. این چه حرفی هم میزنی بابا؟ اصلا تاسیه این مبحث هورمونیه، هیچ ربطی هم به زن و مرد و قصه خوردن و کورو کچل هم نداره. اگه واقعا عاشق باشی ربط داره. همین خجسته خانم خدا بیامرز، زمانی که مرد آقا نوری موی جدید در آورد. قبل زمان خجسته مو نداشت، کچل بود، یادتو نکه. به به، عجب آتیشی، گرمای مطبوع که میگن همینه. آقا متوجه شدین؟ عجب موجود پربرکتی این گاو، حتی فضولاتشون برای گرما استفاده میشه. فضولات جانتان داره میسوزنی؟ آره بابا، لذتشو ببر. چرا از اولش به آدم نمیگید؟ به خدا هزار تا درد و مرض گرفتیم اینجا از دست شما ها. یه حرف خودت یا آلفر زیگلر. اوه نگاه کن آقای مپاکمه، ببین پنج دقیقه هم نتونست تحمل بکنه، یه نره میکشه. یعنی اینقدر دوزش بالاست یه پنج دقیقه رو آتقی هم تحمل میکرد. آتقی آینه ابرد. وای 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 وای، کمک کمک، آی وای اوار، وای کمک. برو خدا به دادش برسید، داره دست میره. بابا محلش نذارید، این بدنش داره سموم دفع میکنه، دفع سموم هم درد داره. خب بگیشو خوب میشه دیگه. آبا جگیان، به گیان خودم اگر بذاری یه شب تا صبح ببندنش، این تمام مور چشم میزنه بیرون، ترک میکنه، خلاص میشه. نه دیگه ایجوریان میسه آقا خلیل، تا الان شنیدی کسی وابسته شدن احتیاجش ترک بکنه؟ خیلی آره، خیلی ها وابسته شدن ترک کردن. خب اگر راست میگی یکیش نام بود، ولی اگه بگی گرباشو به خدا کلامو میره تو همه. چی تعدیل میکنی؟ کلامو میره داخل. ما هزار تاش برات میگم. تو بگو. آه یکیش همین چیز به فیلم زینال بندری. خب. بچه‌ش کرد داخل اتاق، کلیل انداخت، گفت میخوای بیا بیرون، میخوای نه به بسه بودش اونجا که گفت شیر داخل قفس با بیرون. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. تو هنوز نرفتی که؟ من بهش گفتم این قرار شده دیگه کرم نریز فردا صبح مجموعه ترک بکنه. خوبه. برنامه سفر هنوز سر جاشه؟ راستش من هیچ کارم. از آقا خلیل بپرسید. میشه اسم ماستای هم اضافه بکنی؟ بری همین مراسم عروسی سوری؟ آری. آقا نوری مگه مخالف نبود؟
مخالف بوده ولی الان دیگه. البته اگر فردا صبح علا تو زود را بیافتین ما هم هستیم. ای دمت گرد بسرم او کردم رفت خارج بزن تب بزنگه امره باشمان میان نوری آمادم برای مسافرت. جدن خوبی بابا، نه سلی پس لرزه داری میدی. میخوای دستت بزنه؟ نه 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 آقا نوری نه، باید به اینا ثابت بشه که من او کاره نیستم. ای بری کنم بس ببخشی بیدارم کنم. شب خوبی داشته باشی. شب خیلی شب خیلی. آقا نوری گل میگه میگه میشه دست آنگا بکنی؟ فقط جهت دستشویی رفتن ها، خدا شاید فکری دیگه تو کلم نیست. شیط یه خودی رجز بخونی نتیجهش میشه همین. نه نه ماله ماله سرمای زمینه، سرما نشسته تو استخونه. دست خوارم خوارم یه وحش برو بیرون کشه استخونه تا گرم کن بیا. یه وحش اجله نکنه اجله نه 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 پا هم وز بشه. وی وی خیلی خوبش بازی دنه برگه چی دنه بدیم؟ ما فامیلیم ها، ما باید با هم فامیلیم. باید با کسی نگیم. خیلی خوب یه وش با نه نه وش وش بیدن بخشی بیدارت کردم. یه خانمی بیرون باشید کار داره. یا سال جمال اول اکرم برو بهش بگو من نیستم، اصلا من به هیچ زنی کار ندارم. برو برو بگم نیستی؟ بگو نیستش بدو. شیر خانمه پتو براد آورده. خب بگو دختره تتو مغزده با گوشکم کوبیدن. ای چه طرز گفته نصف گوشت ترم عب شد. بگو پتو نمیخوایم ببره اون طرف. شرمنده چی گوشیه این؟ ترسیدی نازنین خانوم باشه؟ آره بیداری؟ آره زن خوبیه، کاری باید نداره. منم به اون کاری ندارم، مرد خوبیم هستم. چقدر میشناسیش؟ خیلی کم، زیاد از من خوشش نمیاد. کی از تو خوشش میاد؟ مادرم به من میگه خوشمزه پسر. مادره دیگه، مادر بچه میمونم بشه ازش خوشش میاد. شما کلن زنگوریزی یا از این نازنین خانم خوشت نمیاد؟ کلن زنگوریزم. من کلن زنگوریزی داره. ای بابا من اگه میدوستم جناب علی بیداری اصلا به این بحث دمه نمیدارم. تو زنگوریزی نداری؟ او خجزه خانم خدا بیامرز اگه پا پیش نمیذاشت تو عمره میرفتی خواستگاری. قضاوت بی جا نکو خلیل،
نوری قبل از مرحوم خجسته خانمم یه بار دیگه رفت تو خواستگاری. خجسته؟ جدی خواستگاری کی؟ ای بابا گن تو چرا بیداری به قبل دیگه؟ مثل اینکه فردا صبح مسافری من. کنجکاوی آدم تحریک میکنی بعد میگی بخواب. دقیقه. آقا گن تو بدون اینکه من بدانم خواستگاری کی رفته بودی؟ اولا اینکه من به سر مادر خدا بیامرزم رفتم خواستگاری. خدا رحمت بنت. سنین این که اون آدم الان با یکی دیگه ازدواج کرده درست نیست من اسمشه بیارم سالزم بخبید بابا الان شوهرش تو اینجا حضور داره ببین چطور فکر آدم خراب بکنین بابا ادیز این چه حرفیه داری میزنی اتفاقا من عشق بین شما و طاهره خانم بسیار بسیار ستایش میکنم خیالم راحت کرد بله منم همینطور تو هم دعا کن یه روزی یه شهزاده خانم با یه اسب سفید بیاد دنبال من آدم ها غالبا نمیجورن فقط ادای عشق و عاشقیه در میارن مثلا همین آقا این بخواب بخواب ای خب الان ازش بپرس تعریف عشق و عاشقی چیه اگه بلد بود بشه بگه اتفاقا اینقدر خوب میتونم بگم عشق عبارتی است از حالتی در انسان که احساس میکنه درون تحت فشاری ولی میخواد درون تو اینجا بشکافه بریزه بیرون مطمئنی عشق این تعریف دلپیچه نبود بابا جان ول خودیه باز وسط یه بس جدی شوخی را میندازی بگو زنگوریزی راحت بتانیم بخوابیم آره من زنگوریزم مثلا جنابعالی که زنگوریز نیستی بگو که عاشق کی شده بودی که اینم بدونن من؟ آقا قلیل و عشق عاشقی اصلا بهش نمیاد چرتوپرت میگه بابا محله قرتی بازی ها نیستم نبودی؟ نه من؟ نه نبودی؟ کجا بودم؟ پک کی بود خاطر خب و یارو بازیگر ایتالیایی شده Yes that's right Yes that's right Yes that's right فقط من میخواستم همینه بگم تازه این فکر میکرد که اون بازیگر ایتالیایی هم عاشق اینه بله که عاشقم بود به شما چه مربوطه؟ برای چی داری زن من خراب میکنیم؟ نه خب هیسیس نه من هیسم نمیاد برای چی همه بیداری داری هیسیس میکنیم؟ هیس میکنه به به همه که بیداری کیفور شدی همون کیوان استخوناتو گرم کردی؟ بله گرم گرم اینم یه تختی یه نفره مخصوص مقابله با سرمای زمین آقا اون صندلی ماشین من نیست؟ چرا خودشه؟ به خدا من هنوز دارم قصه این ماشینه میدم 4 سال برای پیش قصتش پس انداز کردم چرا برای مال دیگران ارزش قائل نیستین؟ شب بخیر آقا شب بخیر چه بود مدوش بگیر یه گفته
شیرین شیرین نمیشه نظر شیرین نشیرین شیرین نمیشه عشق صدا سنتی شود نرسه عشق صدا سنتی شود نرسه نشانه رفته نست نشانه من چه بی نشان از این زمان رفته نست به دست تو راهی شده به پای خود آمده تا ساحل آرامش دل را به دریا زده تو چون رود سپیدی که به دریا